سلام علیکم خیلی خوش اومدید به این آموزشی که درباره مبانی و اصول عکاسیه با توجه به اینکه الان خیلی آمار بسیار بالایی توی سوشال مدیا ها مثل یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک و تیک تاک و این ور ور همه دارن با گوشیشون تولید محتوا میکنن یعنی حدود 90 درصد به بالا محتواهایی که آپلود میشه با موبایله و موبایل ها این روزا دوربیناشون خیلی پیشرفته شدن و ما قراره که راجبشون خیلی زیاد بدونیم حیف این موبایلی که دست شماست که الان دست من چهارده هست که دیگه حالا بعد از این 15 هم اومده حالا چه آیفون چه اندروید هر چیزی که دارین در مورد دوربینش و قابلیت ندونید ولی این ویدیو در مورد اصول و مبانی اولیه است که هر کسی که میخواد عکاسی بکنه چه با موبایل چه با دوربین باید اینو بدونه من تصمیم گرفتم توی این دوره اولیه بیام در مورد کل اصول بهتون بگم و همینجوری قدم به قدم با هم بریم جلوتر خب نکته اول که بهتون گفتم بالای 90 درصد آمار توی سوشال میدیا ها توی اینستاگرام حالا خیلیاتون هستین من خودم توی یوتیوب هستم خیلی از جاها دارم با موبایلشون تولید محتوا میکنم پس اهمیت داشتن موبایل و دونستن داشتن موبایل که نه اهمیت فیلم برداری و عکاسی با موبایل و اینکه بدونیم روش تنظیماتی باید بذاریم با چه زاویه‌ای با چه نوری و همه این اینا خیلی زیاده نکته بعدی که اهمیت کاربرد دوربین موبایلمون رو افزایش میده اینه که قیمت دوربین های فیلم برداری و عکاسی حرفه ای الان خیلی گرونن و اگر شما قراره بین دوربین فیلم برداری و یک موبایل عالی گیر کنین مثلا 70 80 میلیون داریم میخواین یه گوشی خیلی خوب بگیریم برای عکاسی فیلم برداری یا یه موب... دوربین بگیرین من بهتون قطعا موبایل رو پیشنهاد میکنم چون که الان انقدر قیمت دوربینای حرفه ای رفته بالا که اگر شما بخواید برید سراغ خرید یک دوربین و یک لنز خوب قیمتش خیلی بیشتر از اون موبایل حرفه‌ای میشه و شما باید دوره ببینید اون دوربینو بخرید لنز رو بخرید همه این کارا رو بکنید که آیا آخرم میتونید باش عکس فیلم بگیرید یا نه پس خیلی ها الان آنلاین شاپا که دارین میبینید و خیلی کسای زیاد آدمهای خیلی زیادی دارن با موبایلشون کار میکنن پس یکی دیگه از دلیلی که باید قدر دوربین موبایلتون رو بدونین و باهاش حرفه کار کردن یاد بگیرید اینه که قیمت دوربین های فیلم حرفه ای خیلی بالا دوره های آموزشی خیلی زیادی میخوان چون کار کردن باشون راحت نیست خیلی جاها که میرین دوربین حرفه ای در دسترس شما نیست وقت رودخونه رفتین سفر رفتیم ما خودمون الان خیلی از ولاگمون با موبایل میگیریم چون مثلا مسیرهایی که برای پیاده روی میریم خیلی سخته دوربین حرفه ای داشته باشی گیمبال میخوای گیمبال وسیله که دوربین روش وصل میشه برای گرفتن لرزش ها و حالا دوباره سپایه میخواد فیلتر میخواد دوربین خیلی هزینه داره حتی وسایل جانبیش هم خیلی هزینهشون زیاده پس ما خودمون هم خیلی وقتا خیلی وقتا اگر تو یوتیوبمون نگاه کنید داریم با همین موبایلمون تولید محتوا میکنیم اونم به دلیل در دسترس بودن همیشه گیش و اینکه ادیت کردنش هم خیلی راحت تره تو همون گوشی سری میری ادیت میکنی و آپلودش میکنی ولی اگر توی دوربین فیلم برداری فیلم برداری کنید و عکس بگیریم بعد بیاین توی لپتاپ بریزین رم و خالی کنید دوباره دوربین رو شارژ کنید یه پروسه خیلی سنگینی داره نمیگم بهتون سمت دوربین حرفه یا و نرید ولی اگر کسب درآمد میکنید از دوربینتون حتما این کارو بکنید برید دوربین بخرید حرفه‌ای ترشین ولی اگر نه آنلاین شاپ داریم پیج داریم بلاگریم یا هر چیزی که هست موبایل براتون کافیه نکته مهم بعدی اینه که کیفیت لنزها و لنزهای موبایل هم تعدادش رفته بالا هم کیفیتشون خیلی زیاد شدن که تا حدودی با دوربین های زعیفی که الان توی بازار هستن رقابت میکنن پس تمام کمپانی های موبایل الان خیلی تمرکز زیادشون رو گذاشتن روی دوربین و کیفیت عکاسیش پس می بینید که چقدر بزرگتر شده لنز الان شما اینو با آیفون های قدیمی مقایسه کنید میبینید این لنزش خیلی خیلی کچکتره هرچی که لنز بزرگتر میشه کیفیت اکس برداریتون بهتر میشه پس هرچی که موبایل جدیدتر لنزش بزرگتر کیفیت عکاسیش هم بهتره میخواستم بهتون بگم که همه آدم ها همه آدم ها اگر بخوان یکم وقت بذارن ذوق و سلیقه داشته باشن یکم آموزش ببینن میتونن یه عکاس خیلی حرفه ای باشن حالا چه با موبایلشون چه با دوربین خب خیلی مهمه که شما به عنوان کسی که میخواین برین عکاسی یه روزی برای عکاسی اقتصاد دادین حالا یا میرین بیرون یا توی خونه یه اتاق کوچیک دارید عکاسی میکنید بدونید که داشتن شارژ موبایل خیلی مهمه شما مثلا میخواین عکاسی بیرون ولی تا برسید به اون لوکیشن تا بیاین چیدمان کنید از محصولتون عکس بگیرید شارژ موبایلتون تمام میشه چرا میگم چون خیلی اتفاق میفته و با توجه به اینکه الان همه دارن از فیلتر شکن استفاده میکنن شارژ موبایلمون زودتر خالی میشه پس به این نکته که شارژ موبایلتون رو برای روزهای عکاسی و فیلم برداری کامل نگه دارین نریدین بر اونور حرومش کنید چون میدونید که فیلم برداری و عکاسی و حتی ویدیو کال شارژ موبایلتون رو خیلی سریع خالی میکنه مثلا خود من میخوام برم یه جایی خیلی خوشگل برای شما فیلم و عکس بگیرم توی جاده شروع میکنم با موبایلم آهنگ گذاشتن و یه ویدیو کال میکنم و چهار تا مسیج میدم میرسم اونجا میبینم که اوه مثلا شارژ موبایل ندارم پس به این مسئله خیلی دقت کنید که موقع عکاسی شارژ موبایلتون فول باشه یا حداقل با خودتون پاوربانک پاور بانک همراهتون باشه من که دیگه این روزا پامو میذارم بیرون شارجر رو هم به خودم میبرم چون برای کسایی که عکس و میگیرن این نکته خیلی مهمه که حتما بهش دقت کنید شارژتون از دست بره حیف میشه دیگه روز اکاسیتون دو تا نکته که میتونید شارژ موبایلتون رو سیو کنید یکی اینکه رو حالت پرواز یا حالت هواپیما بذارین ایرپلی مود بذارین یکی دیگه اینه که فیلتر شکنتون و اینترنتتون رو خاموش کنید مثلا پاتون از در میذارین بیرون فیلتر شکن و اینترنت خاموش اون روز میخوام برم اونجا عکاسی کنم فیلم برداری کنم یا نه تو خونه میخوام عکسو بگیرم پس شارژ احتیاج دارم حیف وسط کار یه هو شارجتون تموم شده میدونین میدونی وقتی یه کاری آماده میشی بیای انجام بدی یه شارژ تموم شه بری نیم ساعت بزنی به شارژ برگردی خیلی جالب نیست دیگه پس به این نکته باید دقت کنیم مسئله بعدی اینه که خیلی از ماها مطمئنم براتون پیش اومده مسئله دور از چی براتون اینجوری نیست که پیش نیومده باشه حافظه گوشیتون رو بعد از هر عکاسی و فیلم برداری خالی کنید چت با خودتون بگید چقدر مسائل پیش پا افتاده دارم بهتون میگم ولی تمام اینا تجربیات یک کسی که داره عکاسی و فیلم برداری به صورت روزانه انجام میده و لازمه که بدونید استوریجتون رو برین دائم چک کنین ببینید که چقدر تون خالیه و عکس و فیلمایی که ادیت کردین آپلود کردین و نمیخواین و پاک کنید یا مثلا بریزین روی لپتاپتون دائم چک کنید که یهو یه وسط کار نمونیم ببینید که من که باتر... من که حافظه ندارم و با توجه به اینکه این گوشی های جدید و هر چی که دوربین قوی تر میشه حجم عکس ها بیشتر میشه برای همین این مسئله ازیتون نکنه که یهو یه حافظه نداشته باشین و بشینین وسط عکاسی دونه دونه حالا اینو پاک کنم اونو پاک کنم پس بهتره که مثل خود من روزانه یکی دو ساعت واقعا دارم میگم روزانه یکی دو ساعت بشینید عکس فیلمایی که نمیخواین رو یا پاک کنین یا بریزین روی هارد درایوتون یا نمیدونم لپتاپتون یا هر چیزی که دارین یه چیزی میخوام بهتون بگم که شاید فکر کنید خیلی ساده است فکر کنید یه چیز مسخره است ولی من هزاران هزار ویدئوی آموزشی توی یوتیوب برای عکاسی موبایل دیدم که با توجه به مقالهایی که خوندم آموزشی که دیدم دارم بهتون آموزش میدم و تجربیات خودم و علم خودم توی زمینه عکاسی با موبایل. خیلی آموزش دیدم نکته اولی که میگن سلام همشون اینه که لنز موبایلتون با پاک کنید آقا این یه مسئله ای مثلا من شما الان بگم میگه خب مثلا مگه ما نمیدونستیم یا فلان بسیار مهمه شما ببینید این گوشی دست شماست خب شما که با دوربین حرفه عکاسی نمی کنید دوربین فیلم برداری عکاسی حرفه ما یه کپ داره که روش میذاریم درش بسته میشه هر وقت که میخوایم عکاسی کنیم کپ لنز رو برمیداریم شروع میکن عکاسی کردن هیچ وقت گرد و خاک داخلش نمیره انگوش کسی رو لنز دوربینمون نمیذاره خودمونم خیلی مواظبیم همه عکاس مواظبن ولی دوربین شما داخل جیبتون میذارین یه چیزی دارین میخورین همزمان دارین چت هم میکنین و اگه دقت کنین این خیلی وقتی که مثلا جیبتون در با دست شما تماس داره و این دست شما یک چربی داره که روی لنز موبایل همیشه تاچ میشه و کثیف میشه اگر که دقت کرده باشین بلاگرا و عکاسا و کسایی که بیرون دائم دارن عکس فیلم میگیرن تیک دارن همیشه این موبایل در میارن با لباسشون تمیز میکنن عکس میگیرن مثلا من بیرون خیلی پیش میرازم به من میگن که از ما عکس میگیری گوشی طرف رو میگیرم اول لنزش پاک میکنم بعد عکس میگیرم از هر چیز دیگه ای پاک کردن لنز مهمتره پس به این موضوع خیلی دقت کنید قبل از هر بار عکاسی الان از همینجا برداشتی میخوای عکس بگیری لنزتو پاک کن دوباره میذاری دوباره برای سری بعد دوباره پاک کن لنز موبایلتون رو پاک کردن از هر چیزی مهمتره چون که اصلا با لنز تار حتی ویدیو کال به یه نفر زنگ میزنی میبینی که اصلا تاره نمیبینیش بهش میگی فلانی مثلا لنز موبایلتو پاک کن همین لنز جلویی رو حالا آستینتون نمیدونم شالتون هر جا هست بگیرید و پاکش کنید پس این مسئله تو کیفیت عکستون بسیار تاثیر داره خیلی هنوز نمیدونن که باید لنزشون رو تمیز بکنن بعد میگن چرا کیفیت عکس ما خوب نیست قبل از هر یه دونه عکس باید لنزتون رو پاک کنید کسی هست که ندونه وقتی که داره عکس میگیره از یک نفر می حالا یک میگه از من عکس بگیر دقت کنه که اون طرف از زمینه واضحتر باشه فوکوس روش باشه و خیلی واضح باشه تار نباشه این خیلی مسئله مهمیه و این, این روزا توی موبایل ها وقتی که دارین از یه نفر عکس میگیرین چجوری میتونین فوکوس رو تنظیم کنید به همین راحتی دارین از یه نفر عکس میگیرین یه دونه ضربه بزنین رو صورتش حالا مثلا یه گروه هن ضربه میزنید ببینید که صورت همه رو جدا کرده پس یه ضربه میزنید رو صفحه با یک انگشت به دوربین میگین که آقا از این میخوایم عکس باشیم فوکوس تصویرمون این باشه بیشتر اینو داشته باش تا اطرافو پس فوکوس با دست تنظیم میشه با زدن روی صفحه برای عکاسی از حالت مختلفی که دوربین موبایلتون به شما اجازه میده عکاسی کنید مثلا پانوراما دارین هایپرلپس دارین تایم لپس دارین مثلا میرین دریا بعد لانگ اکسپوژر بگیرین یا رودخونه میرین بعد لانگ اکسپوژر بگیرین پانوراما دارین خیلی گذینه های مختلفی دارین فقط یه عکس ساده ندارین الان گزینه سینماتیک اومده پورتری دارید خیلی دوربین یک و دو سه دارین همه اینا رو در ادامه بهتون توضیح میدم کامل کامل, کامل که براتون رفت بشه که با کدومش باید کجا عکاسی کنید پس از یک آپشن دوربین فقط استفاده نکنید شما در حالت مختلف شب روز سایه فلان همه اینا میتونید با توجه به علمی که دارین و دوربینی و موبایلی که دستتونه بهترین حالت عکاسی اون موقعیت رو بگیرین موقع عکاسی وقتی که میخواین عکس بگیرین از هر چیزی از یک آدم یا از یک یا یه لوکیشن خوشگل لطفا در راه رفتن عکاسی نکنید کیه که ندونه وقتی که میخواد عکس بگیره باید ثابت وایسه بهتره که دو دستی عکس بگیرین یه دستی عکس نگیرین چون با این دست گرفتین یه دونه ضربه شاتر رو دوربینو میزنید موبایلتون تکون میخوره پس دو دستی عکس بگیرین و اینکه دستاتون به بدنتون چسبیده باشه دستتون اینجوری رو هوا نباشه موقع عکاسی بهترین حالت عکاسی و فیلم اینه که دست به بدن چسبیده دو دستی آروم بزنید روی صفحه موقع عکاسی پس همینجوری رو هوا تو حرکت عکس بگیرین برای عکس ها فیلمو که خب حرکت کنی خیلی خوشگل تره موقعی که دارین از یه نفر یه بنده خدایی گفته از من عکس بگیر همینجوری یه دستی رو هوا در حالت رو رفتن و اینا این کارو نکنید وقت بذارید کامل بیستین دستتون و بدنتون بچسبونید دو دستی عکس بگیرین خب با توجه به اینکه با موبایلتون میتونید بی نهایت عکس بگیرین اینجوری نیست که فکر کنید حالا مثلا همه رو بعد برین چاپ کنین یا مثل دوربینای قدیم هر عکسی که میگرفتی رو از شمارش عکس هایی که داشتی مثلا سی تا عکس میتونستی توی تو این فیلم داشته باشی که بعدا بعد باید چاپ میکردی اگر زش میشد پس بعد از هر عکسی که میگرفتی مطمئن بودی الان نه الان میتونی نامحدود عکس بگیری پس یادتون باشه چه از یه نفر چه از هر موقعیتی وقت بذارین ده 15 تا عکس بگیرین که طرف بتونه بعدا انتخاب بکنه ببینه کدومش بهتره مثل من که خودم میرم عکاسی وقتی قراره که جس بگیرم 20 تا میگیرم مثلا مسخره ولی میام نگاه میکنم ا چقدر اون توی عکس خوشگل شده و از اون خوشم میاد پس یک عالم جست بگیرین حالت های مختلف بگیرین که بتونین از بینش بهترینش رو جدا کنین حالا وقتی که دارین عکاسی میکنید توی دوربینتون گزینه زوم دارین یعنی دوربینی هست که زوم میکنه و میره جلو از یه چیزی از دور عکس میگیره اگر که میتونید بهش نزدیک بشین و عکس بگیرین بهتر از اینه که اینجا وایسین و زوم گوشیتون رو استفاده کنید خودتون میدونید که زوم گزینه دوربین زومتون منظورم لنزه، لنزه، لنزی که زوم هست و عکس زوم میگیره کیفیت خیلی بالایی نداره مثلا شما میخواین از اینجا از یه آدمی که اونجا وایستاده حالا فضولی کنید یه عکس بگیرید اینجوری آره چون نمیتونی بهش نزدیکی شما رو میبینه داری مثلا یه عواشکیه کاری میکنی ولی وقتی میتونین به یه نفر نزدیک بشین ازش عکس بگیرین پس فاصلتون رو کم کنید عکس بگیرید بهتره فاصلتون رو موقع عکاسی با حرکت کردن به سوژه تنظیم کنید نه اینکه اینجا وایسی زوم کنید ازش عکس بگیرید این کار کار با کیفیت و درست حسابی نیست پس فاصلتون رو خودتون با حرکت کردن تنظیم کنید مگر اینکه نه مثلا یک حیونی اونجاست نمیتونی نزدیکش بشین میترسین از زوم استفاده میکنیم اگر که میخواین یه عکس خوشگل داشته باشیم و ادیت خوشگل روش انجام بدیم با فیلترها عکاسی نکنید کلا موقع عکس گرفتن از خودتون یا از محصولتون با فیلتر عکاسی نکنید فیلترها یک افکت هایی دارن که خودشون افکت ها رو به عکس شما دادن دیگه شما نمیتونین با سلیقه خودتون برید هر چیزی که دوست دارین رو کم و زیاد کنین عکستون خیلی مصنوعی میشه خیلی از آنلاین شاپ هایی که لباس دارن میرن از لباسشون با فیلتر عکس میگیرن اصلا یه رنگ دیگه میشه اصلا مشتری انتخاب میکنه چیز دیگه تحویل میگیره پس با فیلترها هیچ وقت نکنید رو بگیرین و عکس رو ادیت کنید خفن ترین اکاس های دنیا که با بهترین دوربین ها هم عکس میگیرن عکسشون رو ادیت میکنن اصلا عکسی حرفه که ادیت شده شما عکس رو خام میگیرین و باید ادیت کنین اصلا ادیت کردن چیز بدی نیست فکر نکنید خیلی بده ولی اونجایی بعد میشه که شما برد یه چیزی رو کم کنی صورت توپل کنی ابروتو مثلا بکشی هوا و فلان کار عجیب غریب کنی ولی ادیت کردن و تنظیم کردن بالا پایین کردن رنگ ها دیگه یه مقداری رو توش صورت جزو کارهایی که باید باشه پس عکاسی با فیلترها رو بذارید کنار چون اگر با فیلتر عکاسی کنید دیگه هیچ کاری رو عکس نمیتونید انجام بدین و کسی با فیلتر عکاسی میکنه که خیلی آدم تنبلیه ادیت بلد نیست و میخواد مصنوعی باشه دیگه خب این اصول خیلی پیش پا افتاده ولی بسیار مهم عکاسی که در مورد مسائل خیلی از این مهمتر و حرفه‌ای تر قراره که به ترتیب صحبت کنیم در مورد تجهیزات عکاسی لنز های موبایل رینگ لایت ها نور کادر زاویه خیلی چیزایی بیشتر فقط کافیه که در ادامه همراه من باشین که با هم مرحله مرحله بریم جلو که این کامل ترین آموزشه اکاسی با موبایل هر چیزی که دوست دارید رو براتون قرار آموزش بدیم فقط کافیه که هر سوالی داشتین برام بنویسید بخونم و جواب بدم